بنام خداوند بخشاینده و مهربان وضع محدودیت ها بر مراسم مذهبی شیعیان توسط طالبان در افغانستان در نشست بین شورای علمای شیعه و گروه طالبان چه گذشته است و هم وضع محدودیت ها در مراسم مذهبی شیعیان در ایام محرم شامل کدام مورد هاست و در نشست ها در کل چه گذشته است سلام بر شما دوستان گرامی امیدوارم که صحتمند باشین امروز تاریخ 19 جولای 2023 میلادی و 28 سرطان سال 1402 هجری شمسی است در جیرون هستین که در این روزها شما ها خبرهایی را مبنی بر وضع محدودیت ها بر مراسم مذهبی شعیان نشر کردن گروه طالبا این خبرها را کلان رد کرد و گفت دروغ است مشخصا سخنگویشان زبیه الله مجاهد خبرها را رد کرد در این کلیب ما میخوایم که با جزئیات کامل برشم دوستان گرامی بگیم که در جلسات چی گذاشته چون ما از منابع بسیار محسق و معتبر نقل قول میکنیم و در واقع کسی که دروغ میگه طالبا و سخنگوی هستن بلکه محدودیت بسیار جدی هم بحث شده شامل کدام مورد هست در کلیپ میگم خواهشان دوستا به اشتراک ببینن شاید خیلی ها از قضیه تا به حال خبر نباشن همین هفته گذشته پیش از اینکه آمادگی های را از طرف مردم گرفته شود، وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان یک جلسه ای را گرفتن و در اونجا شماره ها و علمای شیعه و هزاره را دعوت کردن شیعه هزاره یعنی هزاره شیعه و شیعیان غیر هزاره را کلا نمایندگان اهل تشیع را و در آن نشست در کنار نمایندگان اهل تشیع نمایندگان از وزارت امری به معروف و نهی از منکر وزارت امور داخله استخبارات و وزارت خارجه طالبان هم حضور داشتند گروه طالبان به نمایندگان اهل تشیع گفتند که فرمان امیرالمؤمنینشان هست که محرم امسال باید در افغانستان و حتی در مناطقی شیعانیشین محدود برگزار شود محافل محدود شود برخ مساجد و حسینه ها گرفته شود و در برخ جاها تعطیل شود کسی هم به اسم قاره راشد از مقام های طالبا تاکید بیشتر بر محدود کردن مراسم مذهبی شیعیان داشته امسال قاره راشد در رأس یک کمیسیون است که طالبا به خاطر ایام محرم ایجاد کرده دوستای گرامی این به خاطر ازی گفتم که بفهمید کی هست نمایندگان التشایع گفتن که این موضوع بسیار موضوع مهمی است و محرم برای ما حیاتی است و حتی خط سرخ ماست ما نمی توانیم که با شما به یک فیصله برسیم ما به دنبال این هستیم که باید اجازه بدین ما مثل همیشه برای خبر برگزار کنیم اما طالبا گفتن که فرصت بسیار کم است هر چیز زودتر باید جلسه مشورتی رو با بزرگان التشایع بگیرید و نتیجه هم به ما و نیم خبر بدین بعدی دو روز علمای شیعه در کابل و مسجد زهرا به همدیگر نشسته کردند اما در این مدت هر بار به با بزرگان شیعه تماس می آمد که نتیجه جلسه چی شد در جلسه که در مسجد زهرا برگزار شده بود نمایندگان تمام آیات اعظم و همچنان برخ چهره ها جمله آیات الله صالحی، آیات الله شیخ زاده، آیات الله محمدی و سایر بزرگان هم شرکت داشتند و فیصله شد که شورای علماء شیعه یک هیئت هفت نفره را تشکیل بده که با طالبا صحبت بکنه در رأس هیئت هفت نفره آقای عالمی بلخی قرار گرفت وزیر سابق مهاجرین در کنارش آقای غفاری، دکتر جعفر کندوزی، دکتر یعقوبی رئیس دفتر وایزاده بیسودی، آقای محمد زبیر مبشیر، سید حسن فاضل و یک نفر از خانواده حجت عضو شدن در این کمیسیون. یا در هیئت قرار بران شد که اینا باید با امارت صحبت بکنه و بگه که مردم رو محدود قبول نداره و باید مثل سابق برنامه برگزار شدن. روز جمعه امی، جمعه که گذشت در ولایت کابل، اینا با همدیگر، یعنی امی هفت نفر با طالبان نشستن. از طرف طالبان، این بار والی کابل، قاری راشد رئیس کمیسون طالبان، چند نفر از استخبارات و وزارت داخله، امر به معروف، وزارت خارجه. و در این نشست نمایندگان وزارت حج و هم اضافه شدند هم طالبان اما حرفی جلسه قبلی خود گفتن و یکی باید مراسم خود شما محدود کنین چاره نیست این جلسه ساعت 9 صبح روز جمعه آغاز میشه و تا ساعت یک بعد از هم ادامه داشته منابع ادعا میکنه که در برخ برخ حتی دو طرف با هم دیگر کمی خشینتر صحبت کردن یعنی و تفاهم خیلی وقتا نمیرستیم شیعان گفت ما باید برنامه خر برگزار بکنیم و این آزادی رو میخواهیم اما طالبان میگفتن که نه این امیر نومن نجازه نمیدن در این میان به قول منابع جعفر کندوزی از نمایندگان التشیع برخواست و بسیار با جدیت صحبت میکنه که مردم ما این من زندگی میکنیم ما شهروند همین کشور هستیم این حق قانونی و شرعی ما هست و این مراسم مذهبی ما باید برگزار شود اگر شما محدودیتی بر مراسم مذهبی وضع میکنید ما این به معنای محدود کردن و تبعیض مذهبی تلقی میکنیم دقیقا همونطور که در مسائل سیاسی و اجتماعی ما مردم شیعه نادیده گرفته شدیم در واقع حالا شما تبعیض مذهبی رو هم عملا در مراسم های مذهبی ما بر ما وضع میکنید نمایندگان طالبان بسیار ناراحت میشه و گفته که گپ گف ما گپ است چی بخواید چی نخواید این این فیصله است خلاص باید برخ جاها محدود شود نمایندگان شیعه گفتن که ما اجازه نداریم که این فیصله را قبول بکنیم باید ما باز هم با بزرگان خود مشورت بکنیم و ما طالبان میگه که نه دیگه وقت نیست اگر شما مشورت میخواستین چرا هیئت تشکیل دادین و چرا مشتهدین شما آمده با ما صحبت نمیکنه که شما روان کرده برین مشتهدی خود را روان میکنید. دلتان یایی ای که این فیصله را قبول بکنید در نهایت سر سرمی هفت نفر قبول میکنه که میقبولانه که در غرب کابل در حوزه های 13 18 و 6 در کل بگیم یک بخش دارالامان و شرق امید سبز و همچنان دشت برچی میشه در این مناطق مثل همیشه مراسم برگزار شود دروازه ها و پرچم ها را می توانید نصب بکنید سقا خانه ها را می که مثل همیشه داشته باشین ولی در مناطق مثل چندابول قسمت های دیگه دارالامان وزیر اکبر خان ناحیه 5 و 7 افشار و همچنان خیرخانه در این قسمت ها باید مجالس شما محدود شود. همون روز اینا هم یک نشست در چیندول دوباره می داشته باشن طالبا میگه که شما یک نفر برن روان بکنید یک دو سه نفر در چیندول ما هم نمایندگی خود روان میکنیم که فیصله بکنیم که در کدام مناطق برگزار شوه در کدام مناطق برگزار نشوه یعنی غیر از غرب کابل در دیگه ساحات کابل کجاها محدود شوه بعد از ظهر کسی برای آقای غفاری و محمد زبیر مبشر از جمع نمایندگان تشیع در چیندول میرن و تعداد از اعضای طالبه هم در اون جمعی با هم دیگر میشنه و ها یک لیست میاره که باید در شش مسجد حسینی در و حسینیه در چند و اطرافشون مراسم برگزار شود در دیگه بر مساجد باید در این اطراف نشود البته من و مساجد پیش خود ندارم فعلا در وزیر اکبر خان و اطرافشان هم باید در هفت مرکز مراسم مذهبی گرفته شود در دیگه مساجد گرفته نشود در افشار و قسمت های دارالامان و خیرخانه هم امی محدودیت دوستان گرامی وحش داره همچنان در شرق کابل دو روز بعد از امی جلسه ای در چین دول داشتن یک جلسه مشورتی باز هم بین شعیان برگزار میشه و گزارشی امی گفتگوهایی که با طالبا داشته را هفت نفر در این جلسه ایرانه میکنن در اینجا مولای امامان برخی مساجدی که در اونجا مهدیت وحش شده بوده بسیار ناراحت میشه و که چرا این مهدیت وحش و چرا در مسجد ما ما نمیتونیم مراسم خود بگیریم اینا اعتراض میکنه ولی امی هفت نفر میگه که خوب دستور رو برای ما داد ما چیز خاصی دیگه گفته نمیتونیم اگر شما اعتراض میکنند هم دست خودش ماست ولی طالبا اینی میره به زور سر ما قبولانده و اینی میره میخواه عملی بکنه دستور از بالا هست و بالاخره یک بگ نحوی بسازیم هنوز یک بخش از علما و مردم به این موضوع به شدت اعتراض داره یک بخش دیگه به دلیل بلخ ملاحظات میگه خب امسال بگیریم ممکن سال گذشته سال آینده این گونه اما گپ در اینجاست دوستان گرامی که حالا گپی منابع ما خلاص چی که میگم از خودیم است گپ اینجاست که من فکر میکنم اینا احتمالاً با گذشت هر روز و هر سال محدودیت ها رو بر شیعیان بیشتر میکنن یه مادگیر هم قطعا داشته باشین متاسفانه همین گونه هم, هم خاط شد این جزئیاتی بود که من با شما گرامی شریک کردم یک نکته دیگه هم اشاره میکنم با وجود که طالبان فیصله کرده که در حوزه 13 حوزه 6 حوزه 18 هیچ گونه محدودیت بر مراسم مذهبی نیست بلکه در دیگر نقاط کابل هست اما اینا در حوزه 18 دیروز پرشما را پایین کردن و ما دوستایی که چون صحبت کردم که اونا را لتکوب کرده بودن حتی طالبان و به احترام تمام بیرق را شکستان دارن و شوبایشان را و اجازه ندادن که اونا در حتی در سر خانه های خود چند نفری پرچم بزنن و از جاغوری با مزارت از شهر غزنی ولایت غزنی از شهر غزنی ما گزارش داشتیم که این مهدیات شده از جبرائیل هرات ما گزارش داشتیم که همچون مهدیات وحش شده در نقاط مختلف خلاصه این, این محدودیت متاسفانه وحش شده البته ما از دایکندی از بامیان تا به حال گزارش مبنی بر محدودیت محرم تا به حال نشنده شما دوست اگر در این ها ولایت ها هستین اگر در مناطق شما هم محدودیت وحش شده میتونید که از طریق پیام یا از طریق واتساپ برای ما ارسال بکن و در کامنت ها با ما شرک بسازین تا در روز دیگر بدرود از طریق فیسبوک اگر برین دستین حتما بشترک بمانید